بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما، خوش آمدید. اینجا خبرنامه است. افغانستان به همه تعهدات مالی موفقانه عمل کرده. به احتمال خیلی زیاد این جمله یکی از معدود جملاتی است که طی حدود 15 سال گذشته در رابطه با افغانستان بیان میشد. افغانستان بانک به نقل از صندوق بین‌المللی پول گفته که افغانستان در قسمت سیستم مالی و موارد مشابه در این زمینه به تمام تعهدات خود عمل کرده و از این بابت روابط افغانستان با این بانک، با این صندوق وارد مرحله گسترده‌ای میشد. خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی: موافقت کردن که افغانستان همه معیارهای تعیین شده و تعهدات داده شده را در برابر جامعه جهانی در رابطه با تنظیم سیستم مالی کشور، تقویه سیستم بانکی، جمع‌آوری مالیات و اصلاحات دقیق در ارتباط به مسائل مالی کشور موافقانه به انجام رساند. علیه نابرابری، بنا به خواسته مردم و در اعتراض به عملکرد حکومت مبنی بر تغییر مسیر پروژه برق توتاب از بامیان به سالنگ و ناامید شدن مردم از تغییر این تغییر، امروز شماری از اعضای مجلس نمایندگان به رسم اعتراض جلسه را ترک کردند. آمادگی انجام یک تظاهرات بزرگ، حق طلبانه، عدالت خواهانه، قانونمند و مسالمت‌آمیز را گرفتند و همو مردم از ما وکلا خواستند که اعتراضاً جلسه ولسی جرگه را ترک کنیم و ما که نوکر همو مردم هستیم به انتصار تقاضای همو مردم جلسه ولسی جرگه را اعتراضاً ترک میکنیم. همه لحظه از برادران و خواهران خود که در ولسی جرگه شرکت دارند در این حرکت عدالت خواهانه ما را همراهی و همکاری بکند، پاینده باد افغانستان و پیروز باد عدالت اجتماعی. وکلای محترم حاجی صاحب الماس صحبت داره جناب. ما از نظر اسلام و از نظر اخلاق انسانی و از نظر احترام به حق مردم بزرگ افغانستان. غفاری معاون دوم مجلس هم از جایگاه اداری، هیئت اداری بلند شد و رفت جای وکلا نشست و گفت که بسیار خوب می بود که چی که مردم دیگر ولایات قبل از مردم بامیان در رابطه با این موضوع اعلام حمایت می کردند. بسیار خوب بود که به دفاع از مردم بامیان و دفاع از مردم عمو ولایت، ما دیگرایی که در دیگر ولایت هستیم ما باید حمایت میکردیم. قبل از اینکه اونا ادعا کنن ما باید به دولت میگفتیم که اگر امکانش دار، اگر امکان وجود داره امیر لین برق بر از درون قریجات بامیان بگذرم و خانه های بیچاره و تاریک چند صد ساله از اونا یک گروه پیدا کنه و روشن شود. غائبان پیوسته در نشست امروز مجلس نمایندگان همچنین نام آن عده از افرادی که غیبت پیوسته داشتند اعلان شد. حالا شما تصور کنید که غیبت پیوسته چه غیبتی بوده؟ کلفیت داریم به خاطر تطبیق اصول وظایف داخلی 6 تن از اعضای محترم ولسی جرگه پیوسته غیابت خود داشتند. محترم الحاج محمد اسحاق رهگذر، محترم الحاج علم خان ازوادی، محترم امان الله گذر، محترم فرشته انوری، محترم الحاج عزت الله عاطف و محترم فریدون مهمن، ایش هشتن پیوسته غیابت خود داشتن. مطابق به اصول وظایف داخلی ما برای دفعتن دو ماه تمام امتیازات قطع کردیم. اگر 20 روز اینا باز هم رعایت نمی کنه که 20 روز دیگر هم اینا تکمیل میکنن، ما مطابق به اصول وظایف داخل هر آنچه که در قانون صراحت داشته باشه ما مکلفیت خود داریم که در تطبیقش. در ادامه کاریکاتور. Thank you.
کدام افراد؟ معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز گفته که حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد افرادی را دستگیر و بازداشت کرده و دوسیه هایی را دوباره پیگیری کردند که اصلا تصور نمی کردند که بازداشت شوند. به نظر شما در حکومت وحدت ملی کدام افراد بازداشت شدند که تصور بازداشتشان نمی رفته؟ قسمت دوسیه های بزرگ، چندین دوسیه بزرگ که اصلا تصورش نمی رفت، با کار آمدن حکومت جدید دوسیه ها دوباره باز شد، پیشرفت ها صورت گرفت، در جریان کار بعضی مشکلاتی هم رونما گردید، ولی آنچه مهم است که او افرادی که اصلا تصورش نداشتن که مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن امروز در پشت میله های زندان هستند. خبرنگاران از معاون سخنگوی رئیس جمهوری پرسیدن که مشخص تر بگوید که کدام افراد و کدام دوسیه ها بازداشت شدند. این طوری مشخص تر صحبت کرد. در مورد پرونده های بزرگ فساد داری پیشتر هم اشاره کردم، ولی قسمی که شما گفتین مشخص تر، من هم برای شما مشخص تر میگم که قضیه کابل بانک، شخصی که تلاش کرده بود از رژیم سوء استفاده بکند امروز در وظیفه‌اش نیست. شخصی که تلاش کرده بود از رژیم سوء استفاده کنه امروز پشت میله های زندان می باشه. شهرک هوشمند و یا شهرسازی، قضیه دیگه را که گفتین، من از شما خواهش میکنم که با ساران والی افغانستان و یا نهادهایی که هر کدام مربوطشان میشد، برین تا تازه ترین جزئیات برای شما در اختیار شما